سلام دوستای عزیز، به چینل یوتیوب ما خوش آمدید. سیادانه یکی از تندهنده هایی است که ما بیشتر در طبخ غذا از آن استفاده می کنیم. پس بیایید با خواص آن آشنا شویم. ما نکاتی را در مورد سیادانه برای شما آماده ساختیم. امید تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. برای حمایت از ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نموده و ویدیوهای ما را لایک کنید. لطفا نظریات نیکتان را با ما در کامنت شریک سازید. سیادانه که دارای طعم تلخ می باشد به عنوان مواد غذایی به خصوص در ترشیجات بیشتر استفاده می شود. این دانه بومی جنوب غرب آسیا از قدیم ها به عنوان ضد باکتریا استفاده می شد و امروز هم در طب سنتی اهمیت زیاد دارد. پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند به جز مرگ سیادانه به تمام امراض دواست. به طور کل سیادانه از زمانهای قدیم مورد توجه طبیبهای سنتی قرار داشت و در طب سنتی اسلام به عنوان ادویه خاص به آن توجه زیاد صورت می گرفت. در طب سنتی هندی یا اونانی یکی از مهمترین ادویه ها محسوب می شود. طبق مطالعه در یکی از دانشگاه های هند در سال 2013 صورت گرفت نشان می دهد که سیادانه ضد فشار خون است و باعث برطرف شدن اسهال می شود. مصرف سیادانه آرام بخش بوده و ضد درد می باشد. برای التهاب های پوستی بسیار مفید بوده و خواص ضد سرطانی دارد. سیادانه محافظ کلیه ها بوده و سیستم گوارشی بدن را تقویت می کند. سیادانه برای از بین بردن لکه های صورت مفید بوده و چین چروک صورت را از بین می برد. سیادانه برای از بین بردن بوی بد دهن بسیار مفید است. سیادانه برای مادران شیرده مفید است و شیر مادران را زیاد می کند. سیادانه برای روماتیزم و برانشیت مفید است. طبق تحقیقات سیادانه با لاغری رابطه مستقیم دارد. سیادانه برای درمان بخارهای صورت مفید بوده و استفاده مداوم آن جوشهای صورت را از بین می برد. با مساژ روغن سیادانه لکه های قهوه‌ای صورت را می توانید از بین ببرید. دانه های سیادانه یا سیادانه یکی از انتی اکسیدان های بسیار قوی است که در تولید رنگ دانه های مو نقش بسیار مهم دارد. در واقع سیادانه ضد پیری می باشد. برای اینکه رنگ دانه های میلانین موی خود را تقویت کنید، کافی است مقدار روغن سیادانه را بر روی پوست سر خود از طرف شب مساج دهید و تا صبح بگذارید و صبح آن را با آب نیم گرم بشویید. طریقه ساده به دست آوردن روغن سیادانه. برای به دست آوردن روغن سیادانه 150 گرم سیادانه را در 1 لیتر آب بجوشانید تا نصف آب تبخیر شود. سپس مواد را در یک تکه انداخته و خوب فشار دهید تا تمام محتویات آن خارج شود. آب را با مقدار روغن کنجد و یا زیتون مخلوط نموده بالای آتش ملایم یعنی آتش شمعانه بگذارید تا آب آن کاملا تبخیر شود. روغنی که به دست می آید روغن سیادانه با کیفیت خوب می باشد. روش دوم، 4 مثقال سیادانه را در 21 مثقال مغز بادام با هم کوبیده و خوب له کنید. بعد آن را در یک پارچه ریخته و خوب فشار دهید و روغن آن را بگیرید. این روغن خیلی ها روغن با کیفیت می باشد. سیادانه باعث افزایش قدرت باروری در زنان و مردان می شود. چون دارای تب خشک و گرم می باشد ضد دیابت است. مالیدن روغن سیادانه به دوره زمانی مشخص بر روی اثرات زخم بعد از جراحی می تواند در کمرنگ شدن آن شما را کمک کند. روغن سیادانه برای کاهش اضطراب و افسردگی بسیار مفید است.
روغن سنا یک روش درمان موثر برای التهاب مخاط بینی مانند آبریزش بینی، خارش، گرفتگی بینی و عدسه می باشد. سیاه دانه اثرات ضد پوکی و سخان دارد و درد مفاصل را التهاب می بخشد. سیاه دانه در دوران بارداری احتمال سقط جنین را بلند می برد، پس خانم های باردار در خوردن آن احتیاط کنند. همچنان افرادی که با تب گرم هستند نیز در خوردن سیاه دانه زیاده روی نکنند. از اینکه تا آخر ویدیو با ما همراه بودید اظهار سپاس. لطفا حمایت ما را از یاد نبرید.